سلام دوستان، وقت بخیر، امیدوارم خوب باشی. آقا، یکی از خوبیهای زندگی تو ایران اینه که هممون روز به روز تو حوزه های مختلف داریم متخصص میشیم. مثلا یه خانم 60 ساله خونه داره، یه بچه 9 ساله دبستانی رو نگاه کنی، همه متخصص وی پی ان، انواع پروتکل ها رو میشناسن. حتی من یکی از دوستان که اصلا هیچ ارتباطی به حوزه تکنولوژی نداره، چند وقت پیش زنگ زده بود میگفت اگه 4 تا سرویس فیلتر بشه، من میتونم یه دونه وی پی اس بگیرم و از صد این فیلترینگ رد بشن. یعنی واقعا این چه دنیا اینطوری نیست. جدیدن هم که دیگه هممون شدیم متخصص اصل 85 و فرق طرح و لایحه چیه، کمیسیون و کمیسیون مشترک و اطلاعاتمون کامل بالا رفته. جدیدن هم دوستان زیادی دارن کسب اطلاعات میکنن در مورد اینترنت ماهواره‌ای و استارلینک و شرکت اسپیس ایکس و ایلان ماسک و خب همونطور که میدونید بعد از داغ شدن طرح سیانت، اخبار مربوط به اینترنت ماهواره استارلینک هم توی کانال‌های تلگرامی و پیج‌های اینستاگرامی دست به دست میشه. یه سری عکس تجهیزات رو روی یه فرش میذارن میگن این تجهیزات به ایران رسید، یه سری عکس از یه وبسایت میذارن میگن تهران هم تحت پوشش قرار گرفت و اخبار مرتبط این مدلی. حتی یه سری کانال‌های تلگرامی شروع کردن به فروش تجهیزات استارلینک یا اینترنت ماهواره‌ای. بریم ببینیم این اطلاعات کدومش درسته، کدومش اشتباهه، کدومش کلاهبرداریه. این مدت چند تا عکس دست به دست میشد. یکیش مربوط به صفحه ثبت نام استارلینک بود که شهر تهران رو وارد کرده بودن و با استناد به اون نوشته بودن تهران تحت پوشش اینترنت ماهواره‌ای قرار گرفت. شما وقتی وارد سایت starlink.com بشید، یه باکس اینجا براتون گذاشته میشه آدرس یا منطقه‌تون رو وارد کنید و این به وب سرویس‌های لوکیشن گوگل وصله. یعنی شما هر منطقه، هر محله‌ای رو که وارد کنید یه نتیجه‌ای میاره. مثلا من الان مرزداران رو که بزنم، خودش انگلیسی مرزداران، بلوار مرزداران رو میاره، ولی این اصلا معنیش نیست که مرزداران الان تحت پوششه. دکمه سفارش رو که بزنم، صفحه بعد از من تشکر میکنه و نوشته استارلینک هنوز در منطقه شما فعال نیست. ما با لانچ کردن ماهواره‌ای بیشتر سعی میکنیم سرویس دهیمون رو گسترده تر کنیم. در صورتی که من اگه بیام دبی رو وارد کنم، مثلا یکی از شهرهایی که الان سرویس دارن، مثلا دبی رو که وارد میکنی، اینجا میره قسمت پرداخت، قیمت زده برای ما، مبلغ زده، میگه اطلاعاتتون، شماره موبایل و ایمیل و اینا رو وارد کنید و اطلاعات کارت اعتباریتون. پس اینکه تهران توی اون لیست اومده بود هیچ ارتباطی با پوشش در واقع شهر تهران نداره و اون عکس اطلاعاتش حقیقی نیست. حالا نکته جالب دیگه این که خود شرکت اسپیس ایکس که خالق پروژه استارلینک، یه سایت هم زده به اسم satellitemap.space. اینجا به صورت لایف شما کل ماهواره‌های استارلینک رو توی دنیا می‌بینید که اینجا الان تو تصویر هست، نزدیک 1500 تا است و حتی من وقتی زوم می‌کنم اینجا ایرانه. روی کشور ایران تقریبا 6 7 تا ماهواره‌اش الان مشخصه، همچنین کشورهای اطراف عراق و ترکیه و پاکستان و جنوب ایران. ماهواره‌های مختلفی داره که به صورت لایف در حال حرکتن، در حال در واقع جابجا شدن و اینا رو می‌بینید. اما این که ماهواره‌ها توی روی در واقع کشور ایرانن، باز هم دلیل نداره ما همین الان فردا پس فردا بتونیم از این سرویس استفاده کنیم. من یکی از دوستام بعد از این جو طرح صیانت یه اسکرین شات برام فرستاد از گروه ساختمانشون، مدیریت ساختمانشون، که مدیرای ساختمون داشتن بررسی میکردن آیا مثلا میارزه کل ساختمون پول بذارن رو هم دیگه این اینترنت رو خریداری کنن یا نه. یعنی یه جوری صحبت کردن که انگار مثلا فردا و پس فردا میتونن این تجهیزات رو داشته باشن و اینو در واقع اجرا کنن توی ساختمونشون. خب یه عکس دیگه هم در واقع دست به دست شده بود که باعث شده این جو خیلی بیشتر بشه. یه ستی از این تجهیزات استارلینک بود که روی یک فرشی قرار گرفته و همه پیج‌ها و سایت خبری اینو زده بودن که واردات تجهیزات استارلینک یا اینترنت ماهواره‌ای به ایران. در صورتی که این عکس قدیمیه و مربوط به پارسال سال 2020، یه سری سایت‌های خبری خارجی نوشته بودن کانادا، یه سری نوشته بودن فرانسه است و هیچ ارتباطی با ایران نداره. هر عکسی که حالا یه فرشی زیرش بود دلیل نداره ایران باشه. در مورد هزینه های اینترنت ماهواره ای، ببینید شما وقتی میخواد تجهیزاتشو بخرید، یه چیزی حدود 499 دلار باید پول تجهیزاتو بدید و ماهانه 99 دلار. یعنی تجهیزات اولیه 13-14 میلیون تومان هزینه شه و ماهیانه بین 2.5 تا 3 میلیون تومان هزینه میبره برای ما. این در شرایطی که این دستگاه های در واقع گیرنده و فرستنده به صورت قانونی وارد بشه. حالا اگر یک کشوری اجازه استفاده از این سرویس رو نده، این دستگاه به صورت قاچاق وارد خواهد شد و قاچاق اگه وارد بشه، خب قیمتش همتون میدونید دیگه، بالاتر میره و قطعا برای یک کاربر خانگی نمیصرفه که بیا 13-14 میلیون تومان هزینه اولیه بده و ماهی 2.5 تا 3 میلیون تومان. ولی با توجه به ترافیک نامحدود
و سرعت بالایی که این اینترنت داره، خب خیلی ها ممکنه بین مثلا توی ساختمون ها بین 10 تا 12 تا واحد بیان اینو تقسیم کنن که اون موقع ممکنه به صرفه بشه. مورد بعد این که این شرکت یک شرکت آمریکاییه و همونطور که میدونه شرکت‌های آمریکایی از ارائه خدمات نرم افزاری و داد و ستد با کاربران کشورهای تحریم شده مثل ایران منع شدن. خب این شرکت باید ما ماهیانه 99 دلار بهش شارژ پرداخت کنیم و یه اکانتی ازش داشته باشیم برای استفاده. خیلی راحت از نقطه‌ای که این تجهیزات ما قرار گرفته میتونه تشخیص بده کشور ما رو و به دلیل تحریم‌ها بعید میدونه به ایران سرویس بده. سوای بحث تحریم‌ها، خود ایلان ماسک و یکی از مدیرای ارشدش بارها اعلام کردن که اگر بخوان خدمات اینترنت ماهواره‌ای رو در کشوری ارائه بدن تحت قوانین و رگولاتوری اون کشور اقدام خواهند کرد. یعنی اینطوری نیست بیان توی ایران یا کشورهای دیگه به کاربرهای مختلف خدمات اینترنت ماهواره‌ای بدن در صورتی که حاکمیت اون کشوری خدمات غیر مجازی بدونه. طبق قوانین و مقررات ITU که ایران و آمریکا هم ازش تبعیت میکنن، این شرکت اگر بخواد در مرز هر کشوری خدمات مخابراتی ارائه بده باید با اون کشوری سری توافقات و تفاهم‌نامه ها داشته باشه. پس اینطوری نیست که ما صرفا تجهیزات رو داشته باشیم، 4 تا ماهواره که روی ایران هست در واقع اینو به برق بزنیم و وصل بشی و از اینترنت استارلینک استفاده کنیم. خیلی از دوستان تجهیزات استارلینک رو با دیش‌های ماهواره مقایسه کرده بودن. ببینید دیش‌های ماهواره که شما استفاده می‌کنید صرفاً گیرنده است و نقش فرستنده نداره، ولی تجهیزات استارلینک و تجهیزاتی که برای اینترنت استفاده میشه سند و ریسیو داره همزمان، یعنی علاوه بر اینکه گیرنده است فرستنده هم هست و طبق قوانین کشور شما اگر بخواید دستگاهی رو در جایی نصب کنید که نقش فرستنده هم داشته باشه باید مجوز بگیرید، در غیر صورت کار غیرقانونیه. پس گول شایعات رو نخورید، استارلینک فعلا به ایران سرویس نمیده، هم به دلیل تحریم هایی که اونور هست هم به خاطر شرایط کشور ما که احتمالاً به استارلینک مجوز نده. حالا ممکنه در سالهای آینده در واقع این اتفاقا بیفته و ما بتونیم از استارلینک استفاده کنیم، ولی حالا فعلا فاصله داریم تا اون روز. گول این کانال هایی که نوشتن ما تجهیزات میفروشیم، نمیدونم تخفیف داریم، حتی یه سری تصاویر فیک قرار میدن رو نخورید، اینا همشون کلاهبرداریه و به استارلینک به عنوان یک جایگزین با کیفیت اینترنت حالا دلخوش نباشید.